جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلاش کافی برای رسیدن به توافق آتش بس با حماس برای گروگانان را انجام نداده است. در این حال صدر اعظم اسرائیل میگوید که هیچ کس به اندازه وی برای رهایی گروگانها متحد نبوده و افزوده است که هیچ کس در این مورد با او موعظه نخواهد کرد. شرح بیشتر تحولات شرق میانه را طور که شنیدید همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده با ماست. آقای عزیز، مذاکرات آتش بس به کجا رسیده؟ خب با گفته رئیس جمهور جو بایدن این مذاکرات هنوز هم در جریان است و نزدیک است که یک نسخه توافقنامه نهایی شود، ولی در پاسخ به پرسش که آیا صدر اعظم اسرائیل به خاطر رسیدن به یک توافقنامه آتش بس گام ها و یا تلاش های کافی را انجام داده یا خیر، رئیس جمهور جو بایدن روز گذشته گفت که نه، و این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال ابراز میشه که نتانیاهو بار دیگر بر این تاکید کرده که کنترل مرز بین باریکه غزه و مصر توسط نظامیان اسرائیلی مهم میباشه، و این البته یکی از موارد عمده اختلاف بین اسرائیل و حماس در مذاکرات کنونی آتش بس تلقی میشه. همچنان صدر اعظم اسرائیلی را هم گفته که جنگ در غزه زمانی به پایان خواهد رسید که حماس دیگر قابلیت نظامی و قابلیت سیاسی به خاطر حکومتداری در غزه را نداشته باشه. پس از دریافت یا پیدا شدن 6 جسد گروگانان در غزه در 2 روز گذشته، اسرائیل شاهد یک سلسله اعتراضات و یا یک اعتصاب وسیع بود و معترضان از حکومت اسرائیلی را می‌خواستند که به توافقنامه آتش بس لبیک بگوید، لیکن صدر اعظم اسرائیل بر این تاکید دارد که هیچ جناح و یا هیچ کس نمی‌تونه که بر حکومت فشار پرده، و صدر اعظم اسرائیل گفته است که تسلیم فشار نخواهد شد. قتلخولن و شیشا آنان 6 تن از گروگانان ما را قتل کردند. پس از این کشتار وحشتناک باور نمی کنم که به گونه جدی کسی بیاید و بگوید که امتیاز بیشتر بدهید و بگوید که شما جدی نیستین، حماس جدیست. باور کرده نمی توانم که کسی واقعا این را در ذهن داشته باشد و باور من نمی آید که رئیس جمهور بایدن این را هم گفته باشد. گروه حماس در ارتباط با انتقاد جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل گفته است که اظهارات جو بایدن نشان دهنده این است که بنیامین نتانیاهو مسئول تضعیف تلاش‌ها به خاطر رسیدن به یک توافقنامه آتش بس می‌باشد. بله. خب از سوی دیگه صدر اعظم اسرائیل تصمیم بریتانیا را مبنی بر تعلیق صادرات تسلیحات به اسرائیل شرم‌آور خوانده. کم بیشتر روی واکنش معلومات بدین. حکومت بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که صادرات برخی از تسلیحات و یا سلاح‌ها به اسرائیل را به تعلیق در می‌آورد، چرا که به باور لندن با استفاده از این تسلیحات ممکن است که قوانین و یا حقوق بین المللی نقض شود. اگرچه این اقدام بریتانیا کدام تأثیر چشمگیر در میدان جنگ نخواهد داشت، لیکن از اینکه بریتانیا یک متحد اسرائیل است، این اقدام بریتانیا یک اقدام قابل ملاحظه تلقی میشه، و صدر اعظم اسرائیل گفته است که این اقدام بریتانیا یک اقدام شرم‌آور است، ولی گفته که باعث تغییر در عزم اسرائیل به خاطر از بین بردن کامل حماس نخواهد شد. لینا جان ممنون و سپاس از شما. تشکر.